كتاب الله ترقى جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزيز علاقة من داني أموزشي تجويد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما در بحث وقوف بود. در درس گذشته بیان شد که وقف تابع رسم الخط می باشد. چیزی که در رسم موجود می باشد وقف هم تابع داری آن را می کند. یعنی چیزی که در رسم موجود باشد در حالت وقف اظهار می شود، در حالت وقف تلفظ می شود. اما در درس امروزی آن الف هایی که در حالت وصل و وقف تلفظ نمی شود و از این قاعده مستثنا است آن را بیان می کنیم. اول اینکه در قرآن کریم در هر جایی که کلمه انا ذکر شده باشه برای متکلم بدون الف تلفظ می شود. انا در قرآن کریم در هر جایی که ذکر شده باشه ای بدون الف تلفظ می شود، الف تلفظ نمی شود. اما در حالت وقف الف تلفظ می شود. مثلا قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا. در حالت وصل ولا انا عابدم، اما اگر وقف کنیم ولا انا نون الف تلفظ می شود. این را فراموش نکنید. حالا می رویم به طرف آن الف هایی که حرف الف که در حالت وصل و وقف تلفظ نمی گردد. اولا کلمه یعفوه، یعفوه در سوره بقره آیه 237 ببینید در آخر حرف الف موجود است، اما در حالت وصل و وقف تلفظ نمی شود، در هر دو حالت حذف می شود. همین قسم انتبوء سوره مائده آیه 29، لتتلو سوره رعد، لن ندعو سوره کهف، لیربو سوره روم، ليبلوا سوره محمد، نبلوا سوره محمد، ثمود كلفظ ثمود در سوره هود، فرقان عنكبوت نجم ذكر شده، وهمچنان ان اتلوا ولفظ قوارير. ببینین در اخر ان كلمات حرف الف موجود است اما تلفظ نمی شود، نه در حالتی وصل تلفظ می شود نه در حالتی وقف تلفظ می شود. چه قسم باید تلفظ کنیم؟ يعفو انتبوء لتتلو لن ندعو ليربو ليبلو نبلو ثمود ان اتلو قوارير. در حالة وقف يعفو انتبوء لتتلو لن ندعو ليربو ليبلو نبلو ثمود ان اتلو قوارير. اما يكجز رفراموش نكنت لفظ قوارير در سوره دهر در دو جای ذکر شده، در آیه 15 در آیه 16. در اینجا متوجه باشین آن لفظ قوارير که در آیه 15 ذکر شده در آن لفظ الف در حالت وصل تلفظ نمی شود اما در حالت وقف تلفظ می شود. اما این لفظ قوارير که در سوره دهر آیه 16 ذکر شده در این لفظ الف نه در حالت وصل تلفظ می شود و نه در حالت وقف، که این را فراموش نکنید. و همچنان حالا می رویم به طرف آن الف هایی که در حالت وصل تلفظ نمی شود اما در حالت وقف تلفظ می شود. کلمه لکن، در کلمه لکن که در سوره کهف ذکر شده، در این کلمه الف در حالت وصل تلفظ نمی شود اما در حالت وقف تلفظ می شود. در حالت وصل لكن، لكن هو الله، اما در حالت وقف لكن، لكن. و همچنان کلمات الظنون الرسول السبيل، این سه کلمات در سوره احزاب ذکر شده که در حالت وصل الف تلفظ نمی شود، الظنون الرسول السبيل، اما در حالت وقف تلفظ می شود، الظنون الرسول السبيل، در سوره احزاب ذکر شده، نمبر آیت هم ذکر شده. و همچنان کلمه سلاسله، کلمه سلاسله که در سوره دهر آیه 4 ذکر شده، در این کلمه هم حرف الیف در حالت وصل تلفظ نمی شود. سلاسله نمیگیم که سلاسله، نخیر، سلاسله،
اما در حالت وقف تلفظ می شود سلاسلا سلاسلا در حالت وقف. و همچنان قوارير، ببینین که قبلا هم این لفظ را بیان کردم که قوارير که در سوره دهر آیه 15 ذکر شده در حالت وسم تلفظ نمی شود الف، اما در حالت وقف تلفظ می شود. در حالت وسم قوارير، اما در حالت وقف قوارير قوارير. اما آن لفظ قوارير که در آیه 16 ذکر شده در آن لفظ الف نه در حالت وسم تلفظ می شود و نه در حالت وقف. اما این لفظ قوارير که در آیه 15 ذکر شده در حالت وصل الف تلفظ نمی شود، اما در حالت وقف الف تلفظ می شود. قوارير در حالت وصل، قوارير در حالت وقف. و همچنان چند کلمات دیگر هم در قرآن کریم موجود است که الف در وسط کلمه ذکر شده اما تلفظ نمی شود. ببینید لا اله الله الجحیم، ببینید در اصل لا بعد از حرف اللام الف موجود است، اما الف تلفظ نمی شود. نمی امکن لا اله الله الجحیم، نه خیر، لا اله الله، لا اله الله. و همچنان ولا اوضعو، ببینید که بعد از حرف اللام الف موجود است، نمی امکن ولا اوضعو، ولا اوضعو. او لا اذبحنه، ببینید بعد از حرف اللام الف موجود است، ولا اذبحنه. همین قسم لا اله الجحیم، نمی امکن لا اله الجحیم، نه خیر، بعد از حرف اللام که الف موجود است تلفظ نمیشه، لا اله الجحیم. و همچنان افا ام مات که در سوره عمران و در سوره انبیاء ذکر شده، در سوره عمران افا ام مات و در سوره انبیاء افا ام مت. در اینجا ببینین بعد از حرف فا الف موجود است، اما ای الف تلفظ نمی شود. نمیگیم که افا افا امتا، افا امتا نمیگیم، افا ام افا امتا. و همچنان فراموش نکنید در قرآن کریم در هر جایی که کلمه ملائه ذکر شده باشه در اینجا هم الف تلفظ نمی شود. نمیگیم که ملائه ملائه ملائه، در هر جایی که این کلمه ذکر شده باشه الف تلفظ نمی شود. و همچنان لشیء، این کلمه هم در هر جایی که ذکر شده باشه الف تلفظ نمی شود. و کلمه جی ا که در سوره فجر هم ذکر شده، در این کلمات الف نوشته است اما تلفظ نمی شود. این بود درس امروزی ما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.